دوستو عزیز، بسیار خوش آمدین به شبکه تلویزیونی آریانا. منم نظیر خرباز برای شما اخبار جهان را میگم، ولی پیش از اینکه اخبار جهان را بگویم اینو بگویم که 7 سال شد که از حکومت آقای کرزی میگذرد، ولی متاسفانه که آقای کرزی کدام خدمت بر افغانستان نکرد. ولی یگانه کاری که کرد این بود که چوکی های وزارت خانه ها را برای اشخاص قاتل، چرسی، بنگی، پودری و بچه بازان داد. ولی اینک ما یک خبر خیلی دلخراش به دست آوردیم که اینک جزئیاتش هم کار ما برایتان میده. ولی بیننده عزیز، گپ از این قرار است که به عوض از اینکه آقای کرزی برای ملت افغانستان خدمت کنند، البته اینا داخل قصر ریاست جمهوری با استفاده از یک لپتاپ 24 ساعت مشغول اینترنت و ویدیو گیم می باشند. و در این وقتا یک نماینده ما فاین اوت کردن که اونا در فیسبوک میرن و مردم را پوک میکنند ناکی ناکی. پس این کارا خوب نیست و ما اینجا یک و دوستان عزیز، چند روز پیش آقای کرزی در یک وبسایت پورن رفته بودند که مجبور به این شدند که به ما زنگ بزنند که کامپیوتر از اونا را وایرس گرفته بود. پس نماینده ما رفتند و وایرس کامپیوتر از اونا را جور کردند و در عین زمان از اونا یک انترویو کردند که برای شما این حال انترویوشان هم نازیم صاحب، ولی بسیار جای شرم. خب آقای کرزی، پیش از اینکه من کمپیوتر شما را جور کنم، من باید بفهمم که چی مشکل پیش شده برای شما که شما من را اینجا خواستین و کمپیوتر شما برای چی وایرس زده شده؟ ببینین، گناه ما نبود، گناه مارشال فهیم بود. مارشال فهیم مرا گفت که در www.youporn.com برو. پس ما رفتم، ولی بسیار وبسایت خوب بود که من در این وبسایت رفتم. بسیار چیزای خوب بود. مگم کنم پدر نالت وایرس لاکت. بسیار یک وایرس خراب. بیرخی کمپیوتر من را شد داون کرد. حتی که سی دی درایو هم دیگه واز نشد. مگم متاسفانه که از پیش من یک اشتباه شد که آنه برات میگم. اشتباه ما چی بود؟ اشتباه ما این بود که من فکر کردم که کار دکتر عبدالله کده. خب از پس آن فهمیدم که کار امریکایی هست، چون کون پاسورد من را میفهمن. بخیال از یا که من را میفهمم، مگم من میفهمم، ولی این امریکایی ها نمیدانستن که من از بچگی با اینترنت کلاب ها بلدیت داشتم. و یگان وبسایت های که امروز برامده من از وقت میفهمیدم. و ما یک گپه خوب متوجه شدم که از وقتی که جورج بوش رفت وبسایت مرا و از وقتی که آقای اوباما با سر چوکی نشست وبسایت مرا هر روز وایرس و پاسورد های مرا خراب کردن. آقای کرزی، شما میگین که کار دولت اوباما است؟ اینطور یک گپ است. اگر که آقای اوباما از مراضی نیست، پس بیای کتی ما روبرو بشینه و بگوی که چی مشکل داره. ولی این که وبسایت مرا خراب میکنه، فیسبوک مرا خراب میکنه و کمپیوتر مرا وایرس ایلا میده، ای خو کار خوبی نیست و هر چیز از خود یک رای حل داره. و حتی که شما خبر ندارین که اینا یوتیوب مارشال فهیم خراب کردن و پسوردش را تغییر دادن، پس این رقمی خو افغانستان دیگه جور نمیشه. خب آقای کرزی، ما همچنان خبر داشتیم که شما ویدیو گیم میزنین در کمپیوتر. وقتی که در قصر ریاست جمهوری میباشین شما ویدیو گیم میزنین. پس از ویدیو گیمتان بگوین که شما کدام گیم اساطیری میکنین آقای کرزی که لپتاپ شما را اینقدر ضعیف ساخته. نه والا، این دروغ است. ما هیچ وقت گیم نزدیم. ببینین آقای کرزی، خبرنگار ما شما را وقتی که آمده بود که انترویو کنه دیده بود که شما گیم میزنین. پس بگوین که کدام گیم است که شما میزنین. نترسین آقای کرزی، ما این برنامه را نشر نمی کنیم. شما صاحب لطفا برای ما بگوین، چرتتانه بزنین و بگوین که کدام گیم بود. و آقای کرزی، امی آخری سوال ما خواهد بود، دیگه لطفا برای ما جواب از این سوال بتین آقای کرزی که شما کدام گیم ها زیاد خوش دارین که وقتی که بیکار میمانین در قصر ریاست جمهوری. البته قسمی که میگن والا ما گیم نمیزنم، ای بسیار جای تاسف است که شما فکر میکنین که ما گیم میزنیم، ولی ما سالیتیر ساتری میکنم.
سالتیر قطبازی است، گیم نیست، البته که برای شما بود و او مثل یک فال است و من فال افغانستان می دیدم که انتخابات چی تو خواهد شد باز و این اثر ما تومت کردن و این اثر ما تومت کردن که کرزای گیم می زنه در حالی که ما فال افغانستان می دیدم و می دیدم که چی تو خواهد شد. خب بسیار خوب شد که کار شد چون حال ما دوست و دشمن خودم اشناسم و ما و شما یک متل داریم. در فارسی متل ما ایست که میگه شهر بخیزه که خیر در بین باشه، پس این کار بسیار خوب شد چون ما حال ایر خواهد به ملت افغانستان گفتم که دشمن ما کیست و دوست ما کیست و از این بات ما اینترنت خود از پاکستان کش میکنیم تا که دیگه کسی پاسورد ما را تخیر ند. بسیار شد دیگه و هر دولی که از زدن مرقصیدم از ما باز انگار جور کردن بخی. خواه امروز برای ما جای خوشیست. آقای کسی ملت افغانستان چی تو خواهد شد؟ شما خو بسیار واده هایی کده بودین. جور میشه ملت افغانستان هم جور میشه. چی تو جور میشه آقای کسی؟ گفتم جور میشه باز جور میشه دیگه. در طول 7 سال گذشته بسیار چیزا جور شده. نانبایی ها جور شده، پخت فروشی ها جور شده، دکان ها جور شده، مغازه ها جور شده، حتی که بایسکل سازی ها جور شد، ندافی ها جور شد و ماست فروشی ها جور شد. این پیشرفت نیست چیز، از حد و اندازه زیاد پیشرفت شده. 500 کیلومتر سرک ما کاگل کردیم. ببخشین، سرک ها را کاگل کردین شما؟ یا کیریزی کردین؟ به خاطر که اگر کاگل میگین خب سرکا از اول کاگل بوده. نه دقیق نفهمیدی. ما میگیم کاگل یعنی گل نو انداختیم سرش، دیگه گل هم انداختیم. خیلی ما میگیم چی تو گل و لای از کرزای سایب. نه او گل و لای تنها وقتی میشه که باران میشه، باران که پایت باندی باز گل زیاد میشه. غیر از او هفته او که باشه دیگه سیست را مقصد ایتیاد کنه راب کردین دیگه. اگه ایتیاد نکنین در هر جایی که باشین گل پر میشه. پس دهی دیگه گناه دولت نمی باشه، به هیچ وجه گناه دولت نمی باشه. اما مردم افغانستان اقل و دو ساده هستن که وقتی که باران هم میشه دو هم فکر میکنه که گناه دولت هست و باز میخیزن های یا هوی مظاهره را برپا میکنن، سرکار را بند مندازن، ناره میزنن و دو میزنن، عکسای ما را میکشن، کارتونی های ما را میکشن. خب باید شما قیل ریزی کنین آقای کرد. لا حول ولا، قیل ریزی بسیار یک کار کلان است. شما باید صبر داشته باشید، هنوز افغانستان در این مرحله نرسیده که قیل ریزی شود. شما باید 10 سال دیگه صبر کنین و ما پاچا شوم تا 10 سال دیگه ما انشالله کل جای حتی کوچه و بس کوچه را ما قیل ریزی میکنم، تمامشان قیل ریزی. خب آقای کرزایی، عسکرهای امریکایی که بمباردمان میکنن، مردم بیگناه را میکشن، دوباره از واش شما چی میگین؟ دولت افغانستان هیچ کاری نکرده که مردم بیگناه افغانستان نجات بیافه آقای کرزایی؟ ای وشتوکا میمره، ای چطور میشه آقای کرزایی؟ خیر دیگه، ای گپار داره دیگه، میفهمم. چطور است آقای کرزایی که شما میگین که شما میفهمین و میگین که خیر ای گپاس؟ یعنی که اگر که مردم افغانستان قربانی ندن پس دیموکراسی چی تو خواهد آمد در این ملک؟ از تو ما سوال میکنم، چی تو خواهد میاری تو دیموکراسی را اگر ما قربانی ندیم؟ به خاطر که این قانون دنیاست، قانون دنیا این می باشه که باید قربانی بدیم. اگر قربانی ندیم دیموکراسی را آورده نمیتانیم.